روزنامه نیویورک سخنان جولیانی در تظاهرات اپوزیسیون ایران در ورشو 24 بهمن 97 قبل از اینکه مقامات از 65 کشور اجلاس ورشو را که کنفرانسی به رهبری آمریکا پیرامون امنیت میانه است شروع کنند یک صدای آشنا در بیرون استادیوم اصلی شهر شنیده شد که خواستار تغییر رژیم در ایران بود شهردار سابق رودی جولیانی با اعلام صریح اینکه رهبران حاکم بر ایران آدمکش هستند و نباید در قدرت باشند به نظر می رسید که تم جلسه ای را تنظیم می کند که مقامات آمریکایی به مقامات عصبی اروپایی گفتند بر سر طیف وسیعی از موضوعات امنیتی خاور میانه و نه صرفا در مورد افزایش فشار اقتصادی روی رژیم ایران متمرکز خواهد بود جولیانی برای تظاهر کنندگان ضد دولت ایران از گروه اپوزیسیون مجاهدین خلق صحبت می کرد. تلویزیون تی 24 لهستان گفتگو با رودی جولیانی 24 بهمن 97 There are every day. There have been at least 168 جولیانی در پاسخ به این سوال که در اجلاس ورشو به دنبال چه هدفی هستید گفت هدف این است که تلاش کنیم کشورهای اروپایی موضعی با شدت و قاطعیت آمریکا علیه رژیم ایران اتخاذ کنند. پرزیدنت ترامپ سیاست های فاجعه آمیز پرزیدنت اوباما را برگردان که بسیار بدتر از کاری بود که اروپا انجام داده بود. اوباما به آنها کمک مالی کرد. به آنها میلیاردها دلار داد که کاملا بیجا بود لذا پرزیدنت ترامپ به سرعت آن سیاست مماشات را تغییر داد و آنها را در موضع تدافعی قرار داد اکنون وضعیت چنین است تظاهرات بیشماری در ایران در جریان است و گروهی که 20 سال است من با آنها هستم همراه با هفتاد نفر از جمهوری خواهن و دموکراتها که همه بیرون از دولت ولی به شدت خواستار صلح هستند آنها به ایرانی آزاد و دموکراتیک بسیار علاقه مندند. ایرانی که به حقوق زنان احترام بگذارد در حالی که حاکمان ایران چنین کاری نمی کنند. سازمان مجاهدین آلترناتیو آن دولت است. خانم مریم رجوی پرزیدنت برگزیده شورای ملی مقاومت است. تصور کنید این گروهی است که در جستجوی دموکراسی در ایران بوده و توسط یک زن رهبری می شود و او تنها زن در این گروه نیست. بسیاری از زنان در رهبری این گروه می باشند is 24 بهمن 97 جولیانی در ورشو دیکتاتوری مذهبی در ایران باید به سرعت پایان یابد. نیوزویک وکیل ترامپ رودی جولیانی در تظاهرات فراخان تغییر رژیم ایران درست در برابر مجلس اجلاس ورشو درباره خاور میانه سخنرانی کرد اجلاسی که شامل جرالد کوشنر و مایک پنس هم هست او در یک گرد همایی برای مجاهدین خلق گروه اپوزیسیون ایران سخنرانی کرد جولیانی به جمعیت حاضر گفت این یک افتخار بزرگ برای من است که در اینجا با شما باشم تا نکته بسیار مهمی را برای همه مقامات دولتی که در محل اجلاس در ورزشگاه مقابل حضور دارند یادآوری کنم برای برقراری صلح و امنیت در خاور میانه باید دیکتاتوری مذهبی در ایران به سرعت پایان یابد